بهمن خدادادی با قرار وثیقه آزاد شد. بهمن خدادادی از دانشجویان دانشگاه اصفهان با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. به گزارش هرانا، خدادادی که از دانشجویان طیف چپ است، 18 اردیبهشت ماه به ستاد خبری اداره کل اطلاعات استان اصفهان احضار و در همانجا بازداشت شد. خانواده خدادادی تا چندی پس از بازداشت فرزندشان مطلقاً از او بیخبر بودند و حتی دادگاه انقلاب استان اصفهان نیز از بازداشت وی اظهار بی اطلاعی می کرد. بهزاد باقری از دیگر دانشجویان طیف چپ نیز روز سه‌شنبه 19 مرداد ماه با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. اما حسین سرشومی، دیگر دانشجوی طیف چپ دانشگاه اصفهان، همچنان در بازداشت است. دو تن از فعالان مدنی آذربایجان با قید وثیقه آزاد شدند. محمد تاجدهی و جعفر یاوری از فعالان مدنی آذربایجان روز پنجشنبه 21 مرداد ماه پس از 12 روز بازداشت موقت به قید وثیقه 10 میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد شدند. به گزارش ساوالانسسی، این افراد 10 مرداد 89 در تجمع اعتراضی فعالان مدنی آذربایجان و طرفداران تیم فوتبال تراکتورسازی در شهر تبریز بازداشت شده بودند. پیش از این نیز نزدیک به 50 تن از متهمان پرونده این تجمع به قید وثیقه آزاد شده بودند، اما داریوش عبادپور، شاعر آذربایجانی و از متهمان این پرونده، همچنان در زندان تبریز به سر می‌برد. به گفته قاضی صمدی، بازپرس شعبه 12 دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، این شاعر آذری زبان نیز پس از تودیع وثیقه آزاد خواهد شد. تجمع مذکور با فراخوان عده‌ای از شهروندان آذربایجانی و طرفداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز صورت گرفت و هدف از آن اعتراض به حمایت مراجع حکومتی از توهین‌های قومی طرفداران تیم پرسپولیس در مسابقه فوتبال تیم‌های تراکتورسازی و پرسپولیس بود. ماموران پلیس ضد شورش با حمله به این تظاهرات عده‌ای از معترضان را بازداشت کرده بودند. حکم 3 حبس تعزیری عضو شاخه جوانان نهضت آزادی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. دادگاه تجدید نظر شعبه 54 به ریاست قاضی موحد حکم 3 حبس تعزیری برای امیر حسین کاظمی عضو نهضت آزادی را تایید کرد. به گزارش میزان خبر، این حکم تنها 1 هفته از ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر تایید شده و قاضی پرونده به وکلای کاظمی اجازه حضور و ارائه دفاعی در دادگاه تجدید نظر را نداده است. دادگاه بدوی کاظمی نیز تنها 10 دقیقه به طول انجامیده بود و علارغم صدور حکم بدوی و قطعی وی، همچنان در بند 209 اوین بدون امکان تماس با خانواده در بازداشت به سر می برد. به گفته منابع آگاه، در پرونده وی هیچ گونه مدارک مستدل و مستندی پیرامون اتهامات وجود نداشته است و حکم وی توسط ماموران امنیتی نوشته و تایید شده است. یادآور می شود امیر حسین کاظمی همچنان در بند امنیتی 209 وزارت اطلاعات دوران محکومیت خود را می گذراند و به بند عمومی منتقل نشده است و قاضی با درخواست مرخصی وی نیز موافقت نکرده است. آخرین جلسه دادگاه فعالان آذری در مغان برگزار شد. جلسه آخرین دفاع پرونده فعالان آذربایجانی در مغان 17 مرداد ماه 89 در شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل برگزار شد. به گزارش ساوالانسسی، در این جلسه که بدون حضور وکیل مدافع برگزار شد، قاضی خندستانی، رئیس شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل، اتهامات رامین جباری، حافظ سردارپور و نادر عزیزی را برشمرد و آخرین دفاعیات آنان را شنید. او سپس پرونده این ستن را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه انقلاب ارجاع داد. این افراد 27 اردیبهشت ماه 89 در شهر پارس‌آباد مغان دستگیر و پس از 11 روز بازداشت در سلول‌های انفرادی ادارات اطلاعات اردبیل و مغان به قید وثیقه 15 میلیون تومانی آزاد شدند. بر اساس کیفرخواست دادستان، اتهام جباری، سردارپور و عزیزی
اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق تشکیل کلاس‌های آموزش زبان ترکی آذربایجانی، نوشتن و نشر مقالات در مجلات این منطقه و فعالیت‌های فرهنگی است. حافظ سردارپور، مؤسس و دبیر سابق کانون حیدر بابای دانشگاه سنندج، و رامین جباری، روزنامه‌نگار و نادر عزیزی، شاعر است.